در خصوص منشأ خلقت و حیات روی زمین باورهای مختلفی وجود دارد. بسیاری به نظریه خلقت معتقدند و برخی دیگر نظریه تکامل را دلیل منطقی وجود انسان‌ها می‌دانند. با این حال اما اخیراً نظریه بسیار جالب و عجیب دیگری هم مطرح شده. اینکه ما انسان‌ها از سیاره دیگری به زمین آمدیم و خانه اصلی ما زمین نیست. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. دکتر الیس سیلور کسی است که این نظریه جسورانه را مطرح کرده. این دانشمند که سالهای زیادی از عمرش را به تحقیق و مطالعه در مورد سیر تکامل انسان‌ها اختصاص داده، در نهایت به این نتیجه رسیده که امکان ندارد ما اهل زمین باشیم. به اعتقاد او انسان‌ها در جای دیگری تکامل پیدا کردند و بعد به زمین آمدند. دکتر سیلور می‌گوید انسان‌ها در مقایسه با سایر گونه‌هایی که در زمین زندگی می‌کنند بسیار پیشرفته‌تر و باهوش‌تر هستند. از توانایی برقراری ارتباط گرفته تا هوش بالای آنها در حل مسئله و ساخت تجهیزات و ابزار، همه و همه نشان می‌دهد که انسان‌ها برتری قابل توجهی نسبت به تمام گونه‌های زمینی دارند. دکتر سیلور برای اثبات تئوری خود 17 دلیل را مطرح کرده و این دلایل را در کتابی با نام انسان‌ها اهل زمین نیستند به چاپ رسانده. در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم تا خودتان در مورد فرازمینی بودن انسان‌ها قضاوت کنید. آفتاب سوختگی. او میگوید اگر از ابتدا قرار بوده ما در زمین زندگی کنیم، چرا تا این حد در برابر نور آفتاب آسیب پذیر هستیم؟ نور خورشید روی حیوانات و موجودات زنده دیگر تاثیر بدی ندارد، اما باعث آفتاب سوختگی و حتی سرطان در انسان ها می شود. دکتر سیلور میگوید که مثلا خزندگان از نور آفتاب برای تنظیم دمای بدنشان استفاده می کنند، اما انسان‌ها باید از قرارگیری طولانی در معرض نور خورشید خودداری کنند، وگرنه دچار گرمازدگی، گیجی و حتی مرگ می‌شوند. او اینطور نتیجه گیری کرده که احتمالاً ما از سیاره‌ای آمدیم که نور خورشید کمتری دریافت می‌کرده. بیماری. یکی دیگر از استدلال‌های دکتر سیلور در مورد فرازمینی بودن ما این است که سیستم ایمنی بدن انسان‌ها به شدت ضعیف است. نه تنها شرایط و محیط‌های مختلف باعث بیماری انسان‌ها می‌شوند، بلکه ما نسبت به گونه‌های دیگر بیشتر تحت تأثیر بیماری‌ها قرار می‌گیریم. به گفته دکتر سیلور تمام انسان‌ها همیشه به طور مزمن مریض هستند و مدام احساس خستگی می‌کنند، به طوری که اگر شما بتوانید فردی را پیدا کنید که 100% سالم باشد و هیچ گونه بیماری مخفی یا آشکاری نداشته باشد، واقعا تعجب برانگیز است. وضع حمل سخت. اگر به گونه های پستاندار دیگر نگاه کنیم، میبینیم آنها هیچ گونه مشکلی در تولید مثل ندارند و بدون هیچ گونه کمکی میتوانند وضع حمل کنند. اما انسان ها همیشه در هنگام وضع حمل مشکل دارند و خطرات زیادی، حتی خطر مرگ نیز آنها را تهدید می کند. کمردرد. دکتر سیلور معتقد است دلیل مشکلات متعدد کمردرد که اکثر انسان ها را درگیر کرده به دلیل جاذبه زمین است. او این گونه توضیح می دهد که حتما بدن ما برای زندگی در محیطی با جاذبه بسیار کمتر ساخته شده. در غیر این صورت انسان ها نباید تا این حد دچار دردهای پشت و کمر می شدند. اگر تمام فرضیات دکتر سیلور را قبول کنیم، یک سوال ایجاد می شود. اینکه انسان‌ها کی و چگونه به زمین آمدند؟ اصلاً چرا باید خانه خود را ترک می‌کردند؟ البته دکتر سیلور در خصوص این سوالات هم جواب‌هایی را به ما داده. او معتقد است زندگی در زمین برای ما به عنوان یک زندان محسوب می‌شود و ظاهراً ما برای تنبیه و سپری کردن دوره محکومیتمان به زمین فرستاده شدیم. به گفته او این دلیل می‌تواند ذات خشن و پرخاشگر انسان و تمایل او به نابودی هم نوع و سایر گونه ها را هم ثابت می کند. این که ما ذاتاً موجودات عصبی و تندخویی هستیم. این موضوع حتی در مورد نوزادان و کودکان هم صدق می کند. یک نوزاد تازه متولد شده را در نظر بگیرید.
حتی با اینکه تصور می‌کنیم او چیز زیادی را در خصوص دنیای اطرافش درک نمی‌کند، اما به طرز عجیبی غمگین و عصبانی است. و اما جواب این سوال، پس انسان‌ها قبل از زمین در کجا زندگی می‌کردند؟ در واقع یک نظریه هم وجود دارد که می‌گوید ما انسان‌ها قبل از ورود به زمین در منظومه آلفا سنتوری زندگی می‌کردیم. اما به دلایلی همچون شرایط جوی، شهاب سنگ‌ها و جنگ‌ها دیگر نمی‌توانستیم به ماندن در آنجا ادامه دهیم. به همین علت گروهی از افراد که موفق به فرار از سیاره اصلی شدند به زمین پناه آوردند و به این ترتیب زندگی در زمین آغاز شد. شاید مطرح کردن چنین نظریه‌ای عجیب به نظر برسد، اما باید بدانید بسیاری از کتیبه‌های باستانی و حتی کتاب‌های مذهبی نیز به گونه این تئوری را تایید می‌کنند. بسیاری از ما شنیده ایم آدم و حوا از سیاره خود اخراج شدند، اما نمی‌دانیم منظور دقیقاً کدام سیاره بوده یا اینکه اصلاً چگونه به زمین آمدند. با یک سفینه یا یک دستگاه پیشرفته تر با سرعتی مافوق نور. اگر شما هم جزء کسانی هستید که باور دارید انسان‌ها از نسل آدم و حوا به وجود آمدند، با دیدن این ویدیو متوجه می‌شوید آدم و حوا در واقع دو نسل بودند. دو نسلی که شاید نژاد مشابهی داشتند، اما تعدادشان مشخص نیست و ما اشتباهاً تصور می‌کنیم تمام انسان‌ها تنها از دو فرد گسترش یافتند. کمی فکر کنید. به نظر شما واقعاً این اتفاق منطقی است که این همه انسان تنها از دو نفر شکل گرفته باشند؟ هرچند که بعد از آن هم نسل‌ها طی یک ریست در زمان نوح مجدداً بازیابی شدند و ما باز هم نمی‌دانیم چه تعداد انسان از سیل عظیم نجات یافتند. در این صورت می‌توانیم مطمئن شویم ما انسان‌ها کاملاً اتفاقی از آسمان به زمین نیفتادیم و توسط کسی یا کسانی که نمی‌دانیم که بودند در این سیاره حبس شدیم. اگر این نظریه درست باشد، باید قبول کنیم ما همان فرازمینی‌های باستان هستیم. فرازمینی هایی همچون آنونوکی ها که از سیاره خود اخراج شدند و به زمین فرود آمدند. همچنین باید بپذیریم که احتمالاً این سیاره متعلق به رپتایل ها بوده، زیرا نه تنها به طرز عجیبی با شرایط زمین همسانی دارند، بلکه طبق چیزهایی که می دانیم به هیچ وجه دل خوشی از انسان ها ندارند. در ادامه فیلم هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.